میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با سلامی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه هست و عرضم به حضور شما که چرا نه اشتباه گفتم تاریخو دوباره آقا ما تاریخو اشتباه گفتم بدون دوستمون میگه آقا تو سالم به این تاریخه اضافه کن این مقاد کار ما رو سخت‌تر و سخت‌تر کن نه عزیزم پنجم درست شما درست گفتی پنجم فروردین است پنجم اردیبهشت و 25 اپریل درسته توتی رو بذار دهن قند به قول رفیقم عرضم به حضور شما که یه خبر دردناک شنیدم امروز اسماعیل نازنین آقای وفا یغمایی به این خبر داد خیلی خیلی متأثر شدم یه شخصیت بزرگ رو از دست دادیم یکی دیگه از شخصیت‌های بزرگ رو از دست دادیم ناصر پاکدامن ناصر پاکدامن همه عمرش از آزادی و عدالت اجتماعی سخن گفت او یک سوسیالیست واقعی بود توی زندگی خصوصیش هم یک سوسیالیست واقعی بود سال همین ایام بود در سال 1999 به همت عموی بزرگم عمو هوشنگ کشاورز سعد زنده یاد این مراسمی رو در پان بیچ فلوریدا گذشته بودن تحت عنوان ایران در آستانه سال 2000 از خیلی از شخصیت ها دعوت کرده بودن زنده یاد محمود گودرزی و رضا دقتی خیلی ها بودن پرویز دستمالچی خود ناصر جان پاکدامن همه حضور داشتن حالا خیلی بودم من اسامی همه یادم نیست و یه سه روزی یک مراسم خوبی بود تحلیل‌های خوبی بود خانم آفاری حضور داشتن و خب جایی که زنده یاد عمو هوشنگ کشاورز سعد باشه حتما اون مراسم به درستی انجام خواهد شد ناصر پاکدامن و رفقایش در سال 72 یعنی اون ماجرای شهریور 50 و اتفاقاتی که افتاد و زندانیا و بعد میرسیم به 54 و اون کشتار زندانیان 9 نفر در تپه‌های اوین که همین روزا سالگردش بود و هم نشین بهارم یه روایت خوبی ازش تعریف کرد ناصر پاکدامن به همراه 11 تا از دوستانش مثل کامبیز روستا و سایرین یک اعتصاب قضای مفصل در پاریس به راه می اندازن و یادمون باشه که اون روزگار مثل امروز نبود که شما با تلفن دستی بتونی خونتون رو ببینی تماشا کنی با فامیلتون حرف بزنی با خانواده صحبت کنی تلفن قارقرکی بود و از این کشور به اون کشور زنگ زدن کار آسونی نبود و اینا کاری کردن که اوتانت دبیر کل سازمان ملل در اون روزگار پای خط تلفن آوردن و گفتن به شرطی اعتصاب قضا رو میشنویم که تو با محمد رضا شاه
پادشاه ایران صحبت کنی و بگی آقا دست از اعدام زندانی ها برد، آقا این چه کاری داری میکنی؟ و موفق شدم ناصر پاکدامن یکی از براستی اسطوره های این تاریخ معاصره، یه حقوقدان برجسته، کسی که گفتم به غیر از آزادی و عدالت اجتماعی به هیچ چیز دیگه فکر نمیکرد. یه شخصیت دوست داشتنی بود. سه روز پیش از میان ما رفت. روز پنجشنبه ظاهرن قراره در پرلاشت یه مراسم براش برگزار کنن. دعوت میکنن از دوستان که اگر در پاریس هستید، اگر در آلمان و لوکزامبورگ و در هر کجا که هستید، سعی کنید که اون روز مرخصی بگیرید و برید. برید یاد و نام این شخصیت رو گرامی بدارید. با این مقدمه غم‌انگیز اجازه بده بریم خدمت آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوارو و تسلیت بگیم همه از دست دادن ناصر پاکدامن رو به آقای سلیمی نازنین. آقا سلام میکنم به شما. من هم به شما سلام میگم جناب آقای بهبهانی. سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های خوب تلویزیون میهن تیوی. تسلیت به شما، به همه عزیزان، به خانواده، فرزندان شادروان ناصر پاکدامن، یار خوب، یار فرهیخته بسیاری از مبارزانی که هم شاگردش بودند، هم خب دیگه نسلی که در واقع یار هم رزمش بودند، هم دوران او بودند، کم مونده واقعا. او خود از شاگردان به هر حال از در جرگه افرادی مثل حاج سید جوادی بوده، ولی خب در نگاه و دانش شخصی به غالب فرهیخته بود. من دورانی رو یادم هست که آقای پاکدامن کتابهاش، نوشتهاش، در واقع ما که 50 سال پیش دانشجوی اقتصاد بودیم، نام پاکدامن رو از ادبیات و نوشتارهای ناصر پاکدامن در تهران و روزگار شنیدیم. و پاکدامن شخصیتی بود که در ردیف به هر حال شخصیت‌های اساتید فرهیخته دانشگاهی در ایران بود و مورد احترام دانشجویان بود، چون ما از همون موقع نام ناصر پاکدامن رو، استاد برجسته و خوب و مهربان رو، به عنوان در واقع شاگرد خلیل ملکی شنیده بودیم. ایشون شما فرمودید که سوسیالیست، به واقع سوسیالیست، سوسیالیستی که استالینیست نبود، سوسیالیستی که توده‌ای نبود، نه، سوسیالیستی که فاصله گرفته بود، که بعدها کار خودش رو، ردپای خودش رو در فرهنگ در واقع مبارزه، در فرهیختگیش در پس از انقلاب گذاشت. سوسیالیستی که به دکتر مصدق متمایل بود، به ملیگرایی، همزمان که سوسیالیست بود هم ملیگرا بود، هم ملتگرا بود، هم ایران دوست بود، هم خیلی خصایل و خصایل به هر حال ویژگی‌های بسیار فرهیخته‌ای، و این هم از نگاهش بود. ایشون تحصیل کرده اقتصاد بود، بعدها جامعه شناسی و جمعیت شناسی رو دنبال کرد. خب به هر حال انسانی بود که با عمق دانش خودش کوشش کرد نسلی رو، نسل‌هایی رو، شاید 2-3 نسل دیگر رو با این سن طولانی که به هر حال هستی به او داد، تونست این قدرت خودش رو، فرهیختگی خودش رو تداوم ببخشه. من بعد از انقلاب هم یادم هست که آقای شادروان ناصر پاکدامن سازمان ملی دانشگاهیان رو، کانون وکلا رو و جمعیت جبهه ملی دموکراتیک و ملی رو همراه با فرهیختگان دیگری، استاد دکتر
هدایت متین دفتری که واقعا شخصیتی است بسیار برجسته، مورد احترام بسیاری از مبارزان که به هر حال ما همه ما دوستش داریم. او و عمو هوشنگ کشاورز رو که جناب علی یادش کردید، واقعا این جرگه ای از دوستان و عزیزان، امیدوارم که زندگان بمانند و به هر حال دراستر باشه عمرشون، و به هر حال این جرگه از مبارزان و اینها مبارزه اخلاقی رو با دانش و فرهیختگی و تجربه خودشون آمیخته کرده بودن. چه کوشش هایی که ایشون از اعتقاد و برخواسته از دانشش داشت، یعنی در واقع اعتقاد به عدالت اجتماعی ناصر پاکدامن شعارگونه نبود، متوهمانه نبود، از یک سو پایش در زمین بود، شاگرد پرورش میداد، آموزش میداد، درس رو تشویق میکرد، نظام فکری اکادمیک رو دنبال میکرد. این خیلی مهمه آقای بهبهانی، این خیلی مهمه. یک استاد حتی به رفیق که فکر میکنه سیاسیه بهش بگه اول درست رو با دقت بخوان و یاد بگیر و اون چیزی که داری یاد میگیری رو واقعا پی بگیر و بعد در مبارزه سیاسی هم کوشش بکن که با عمق وارده، یعنی به هوچیگری و اینها کشیده نشه. من یادم هست که در سال 2004 یا شاید نمیدونم دقیقا 2005 بوده که در جلسه لایک خیلی گذشت از اون، همراه با دوستانی از کل رفتیم، آقای ناصر کاساز و دیگران، که در اونجا دیداری داشتیم با شادروان هوشنگ کشاورز صدر، همین استاد شادروان ناصر پاکدامن. خب مبارزه ایشون هم به عنوان یک نویسنده، هم یک اقتصاددان، هم به عنوان یک فرد که در جامعه شناسی و هم در عضو کانون نویسندگان، اقتصاددانی که در کانون نویسندگان هم نقشی بسیار برجسته بازی میکرد، به هر حال او از زمره، از شمار کسانی بود که به تعادل در اندیشه و به اعتدال در رویه سیاسی و به شعار گریزی، هیاهو پرهیزی، آقای شادروان ناصر پاکدامن نام نیکی از خودش گذاشت. من فکر میکنم که رهروان و یاران مرام و اندیشه او همین بس که واقعا سالیان طولانی این شخصیت مستقل رو دیدند. به هر حال هر انسانی در دوران خودش سالهای بالا پایینهای زیادی داره، دوران سختی رو شادروان ناصر پاکدامن 40 سال تبعید و دوری، استادی که میتونست به مراتب بیشتر از این در همین سال 40 سالی که در تبعید بود فلواقع میتونست در ایران چقدر باز هم شاگردان بیشتری رو آموزش بده. حیف و ای کاش که اینجور فرهیختگان در وطن خودشون میتونستن بمونن و این گونه مهجور در مهاجرت به این شکل به هر حال سالیان 40 سال اخیر رو نمیگذراندند تا دانش و فرهیختگی اونها بیشتر جذب نسل جوان ایران میشد. یادش گرامی باشه و به هر حال او زنده است. مرام و رویه و نگاه ناصر پاکدامن در آثارش، در حرکتهای گوناگونی که ایشون داشت زنده میمونه. جناب بهبهانی عزیز، من هم به همه یارانش، به جناب علی و همه دوستداران و دوستانش این رو ابراز همدردی عمیق دارم. و امیدوارم پنجشنبه دوستان تلاش کنن و جلو میتونن در این مراسم شرکت کنن، یاد و نامشو همطور که عرض کردم گرامی بدارن. آدم بزرگی بود، جز بزرگان در حقیقت مبارزات و جنبش عدالت‌خواهی بود. بریم سر موضوعات. آقا خیلی آشفته است، اخباری که میاد بیرون خیلی عجیب و غریبه. از این ماجرای سودان و طلا و اینا که شروع بکنیم، ایران ظاهرا جمهوری اسلامی بهشون بنزین میداده،
نفت سبک میداده و طلا میگرفته و طلا رو در ترکیه تبدیل میکرده به دلار و دلار رو داخل مملکت نمیورده، همونجا میورده میداده تحویل اراذل اوباش و ارتش بیرونیش، یعنی نیروهای حزب الله و حماس و این جک و جونورایی که آسایش رو از جهان گرفتن. اما این داستان طلا این روزا خیلی مهم شده و در حقیقت دستگاه اطلاعات و امنیت رو این موضوع خوب تمرکز کردن و میبینیم که در اون طرف هم یه آتشی به پا شد در سودان و جنگ سودان هم میدونی که بر اثر همین جنگ طلاست، در حقیقت جنگ بر سر طلاست، برای اینکه در دوره اون عمر البشیر که علیش کودتا شده او فرار کرد رفت به عربستان اونجا و یه قراردادی رو با همین پوتین بستن در مورد طلای سی‌ان‌ان هم یه گزارش مفصلی راجبش تولید کرده بود و تو سایتش گذاشته بود که خب میدونی که یکی از معادن بزرگ طلا در آفریقا در این کشور پهناور سودانه و روسا همه این طلاها رو برداشتن و خب الانم با وجود تحریمایی که هست و ماجرای جنگ اوکراین نیاز داره که این طلا رو بیاره و بتونه تبدیل کنه به اسلحه. بنابراین دولت مخالفت کرده، دست گذاشته روی معادن و میگه که نه شما نمیتونید این کار رو بکنید، این قراردادها مربوط به دوره گذشته است و ما این قرارداد رو قبول نداریم. بنابراین روسا هم یه افسر دیگر و یه جنرال دیگر رو شاخ کردن و این کشتار الان در اونجا آغاز شده. و یکی دیگه از نگرانی ها، خب سودان مثل لیبی در حقیقت گذرگاه مهاجرینیه که از آفریقا به سمت اروپا میان. ایتالیا اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده سر مرزهاش و به حال یه هاب پناهندگی سودان و این داستان طلا و اینکه میگم به خاطر اینکه همین داستان اوکراین توجه رو جلب کرده به ماجرای ونزوئلا و این معاملهی که جمهوری اسلامی داره در اونجا انجام میده، بنزین میده، نفت میده، نمیدونم طلا میگیره. بفرمایید ببینیم که چیه داستان از نگاه شما، این قضیه چگونه تحلیل میشه. بفرمایید تا بشنویم. بله، خب شما اشارات بسیار خوبی به مسئله طلا داشتید آقای بهبانی عزیز و در همین ماه‌های اخیر یا در یک سالی که گذشت هم ماجرای طلا و هم کالاهای سرمایه دیگر، امروز به خصوص پس از اینکه این بحران‌های ساختاری شرایط سختری ایجاد کرده، ما روی چند کالای سرمایه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای که در واقع جانشین جایگزین مسئله با پول ملی که در ارتباط با این پول ملی باید اینو بررسی کرد، این کالاهای سرمایه‌ای رو حتما هم امروز یک بخش از این بحثای ما به درستی همون چیز فرمایش شماست که ابعاد این طلا رو چه در سودان چه در ونزوئلا، ما بیشتر شما اشاراتی داشتید به سودان، من اون رو در قسمت ونزوئلا بحث خواهم کرد. ولی قبل با اجازه جناب عالی، قبل از اینکه من به این مسئله بپردازم، به یک دو تا چیز دیگر هم که در همین رابطه است که کالاهای سرمایه‌ای، یعنی بحران روی اونها ابعاد بسیار فاجعه بارتری پیدا کرد. یکی مسئله خودرو هاست که بحران خودرو در ایران یک وضعیت بسیار بسیار رقت انگیزی داره، به خاطر اینکه این خودروها گرانی اینها در عرض از سال 95 که یک پراید 20 میلیون تومان بود، امروز در بازارهای ایران پراید حدود 360 تا 370 میلیون
تومن همون پراید قیمت داره. و عجیب اینه که پرایدی که در اون سالها تولید شده مستحکمتر از پرایدی هست که الان در تصادفات، در قطعاتی که خیلی سریع استهلاک پیدا میکنه، در نقصهای فنی و به قول خیلی از در فضای مجازی ایران، در تبلیغات، در روزنامه ها، در تلویزیون ها، از یک کالای بنجلی تولیداتی که امروزه تولید میشه، حتی به قدری نامستحکم هست، به قدری دچار نقصهای فنی است که مردم تشخیص میدن که همون بعضن پرایدهای چند سال پیش رو بخرن، حتی قیمت بهتری بهش بدن تا اینکه امروز رو. این نشان دهنده اینه که 20 برابر شدن، حدوداً 20 برابر شدن قیمت خودرو، چه خودروهایی که الان دیگه با فرمان جدید مثل اون زمانی که واکسن کرونا رو علی خامنه‌ای و دیگران فتوا داده بودن، دستور داده بودن، امروز ممنوع کردن واردات خودرو شرایطی در بازارهای ایران ایجاد کرده که تولیدات داخلی بنجل در خودروسازی ها بسیار بسیار به اجبار مردم همین جنس بنجل رو، نامستحکم رو، نامطمئن رو با قیمت های بسیار بسیار بالا تهیه بکنن. بعد خب اومدن میگن که مردم مقصرند که قیمت این دیگه واقعا یک دروغ بیشرمانه هست که کاملا ابتذال ماجرا رو نشون میده. خب مردم در شرایط این کار رو میکنن، مردمی که هر سال پولشون 40% ارزشش رو از دست میده و این پول تبدیل به کاغذ پاره شده، خب این پول رو باید ببرن یه جایی سرمایه گذاری بکنن. یکی از اون جاها همینه، یعنی پول داغ که من بارها در اینجا گفتم که میزانش بسیار بسیار بالاست، به یه چیزی حدود 25% رسیده. 25% این 6400 تریلیون تومان الان پول نقده و این به سرعت در حال گسترش هست، به سرعت در حال گسترشه. خب وقتی که این قسمت از پول، و اون همیشه تکرار کردم که پول و شبه پول، شبه پول در بانک ها حبس شده است، ولی کسانی که پول رو در بانک ها، در سپرده های طولانی مدت گذاشتند، وقتی که احساس اینو میکنن که پول در اونجا ارزشش رو از دست میده و نرخ بهره پول 20-25% در حالی که اگر در بازارها به کار گرفته بشه 40% قیمتش داره کاهش پیدا میکنه، اگه اینو ببرن در بازارها شاید 30% رو بتونن بهرش رو تأمین بکنند، شاید بتونن، شاید هم نتونن، ولی تو بانک بمونه نهایتاً 20-20% اینها میتونن بهره بگیرن. خب در اون صورت تصمیم میگیرن که این پول رو یا طلا بخرن یا خونه بخرن، مسکن قیمتش به فرض میگن در فلان مدت 700% اضافه شده، قیمت 5-6 سال میگن قیمت همین خودروها 18-20 برابر شده. آقای بهبادی، این نشون میده که این پول داغ باید جابجا بشه، باید دست به دست بشه. من گفتم وقتی که ضریب افزایش نقدینگی به 8 رسیده، یعنی شما وقتی که 1 تومن، 1 واحد 100 تومن در بانک مرکزی پایه پولی رو، پول رو اضافه میکنه، 8 برابر اون، یعنی 800 تومن این در گردشی که داره، ضریب افزایش 8 باعث میشه که حجم نقدینگی با این سرعت اضافه بشه. این یک امر جز عوامل اصلی، المانهای اصلی اقتصاده. و پول امروز اونقدر در دست مردم داره بیشتر پیدا میشه، اون بخش شبه پول داره از بانک ها، سپرده ها آزاد سازی صورت میگیره و این بحران بزرگی هست که قیمت مرغ رو که امشب بهش میرسیم به 1 کیلو 95 هزار تومن رسونده، خودرو رو عرض کردم چند برابر کرده،
طلا یک ماجرای دیگری است که بهش حتما الان میرسم. مسکن هست که این ابعاد سنگین مسکن رو سالانه اجاره میدن آقای بهوانی، الان حتی سالم دو بار میکنند. پوزش میخوام به خاطر سرماخوردگی گلو معمولا سوزش داره، عوض میخوام. میدونم تکرار این یک مقدار برای شنوندگان به هر حال زیاد پسندیده نیست، ولی چاره ای نیست، یک تکرار میشه خوبیدن. عرض به حضورتون که به این ترتیب این کالاهای سرمایه یا بهوانی وضعیتی ایجاد کرده که پول مدام داره جذب اینها میشه، تازه از کالاهای سرمایه به کالاهای اساسی و مایحتاج و مسائل انبار کردن مواد آذوقه و وسایل خانگی هم رسیده. یعنی شما هر چیزی رو امروز این پول حاضره که این پول این قدرت رو داره که بره بگیره بخره، فقط به پول نقد نباشه. پول نقد اینقدر زیاد شده که این پول نقد باید جذب کالاهای سرمایه بشه. خب خودرو اینا یک طرفشه که به هر حال یک مقدار مطمئن‌تره، بعضی از جنس ها رو نمیتونن این اطمینان رو بگیرن. اما مسئله طلا، ببینید آقای بهبانی، ونزوئلا در سالهای پیش دچار بحران نفت شد. ونزوئلا کشوری است که در تاریخ ونزوئلا ما از 70 سال پیش میبینیم که طلا در اونجا، جویندگان طلا در اون سالها در اونجا معدن طلا رو دنبال میکردن. بعد سالهایی یه مقدار این رو به هر حال محدود کردن، بعد سالهایی دولت اومد جلوش گرفت، ولی در این 10 سال اخیر ایران جز کشورهایی بود که چون رابطه خوبی داشت با ونزوئلا شروع کرد دنبال رگه های خود. وقتی که کشور دچار بحران سیاسی شد، مسئله چاوز و دیگران و دیگران، و بعد جنگی که بین مادورو و اون وایدو و اینها شد، وقتی کشور به نارامی رسید طبیعیه که سرمایه هایی که از بیرون جذب می شدن در داخل و بحران های سوخت که خود اینها صادر کننده نفت بودن، ولی چون نفت رو تحریم شده بود، نفت ونزوئلا، به تدریج دست های اومدن معدن طلا ونزوئلا رو بیشتر اکتشاف کردن، دیدن که خب این معدن طلا در چندین رودخانه بزرگ در ونزوئلا به راحتی اینها میلیاردها دلار طلا اینها از اونجا استخراج کردن، و ایران جز کشورهایی بود که این امکان رو داشت که به خاطر ارتباطاتش با اونها. خیلی ها متوجه این جریانات نبودن که چرا ایران این طور با این سوسیالیستا، مسئله نفت یه طرفش بود، جنگ نفت بین ونزوئلا و آمریکا یه طرفش بود، طرف دیگرش این بود که این بازارها به قول معروف گفتن واژه فرنگی خیلی لوکراتیو بود، خیلی جذاب بود، خیلی به هر حال میتونست با سود بالایی در واقع یک سرمایه گذار خارجی که دوستی هم با اینها داشت، حالا یکی اسلامی ایدئولوژیک بود یکی کمونیست ایدئولوژیک بود، این دوتا ایدئولوژی با هم دیگر در واقع در جنگی که علیه امپریالیسم آمریکا به قول خودشون داشتن، هر دوتا هم جنگ نفت داشتن، هر دوتا هم تحریمی بودن، یکی با 30 میلیون 29 میلیون، یکی هم در اون موقع 70 و خورده میلیون، 10 سال پیش 70 میلیون جمعیت، هر دوتا در بحران بودند. و این نزدیکی ها اینها مسئله بد در این سالهای اخیر ما دیدیم، اینها بنزین رو وقتی که در ایران گران کردند، این بخشی از بنزین ایران رو صادر می کردند و یا نفت سبک ایران رو صادر می کردند و اونجا و از اونجا ذخایر طلا رو استخراج میکردن و اجازه داشتن. من متعدد گزارشات کسانی که افرادی مثل فاضل دیگران سرمایه گذارانی بودن به این نام ها در اونجا در چندین قسمت در این رودخانه ها در معدن کاری میگن اینها دست داشتن و بخش بزرگی از طلای ونزوئلا رو در این ارتباط صادر کردن به، یعنی وارد کردن به ایران. ونزوئلا صادر کرد به در واقع به ایران. رژیم جمهوری اسلامی دست برد زد این طلا رو، و چون خود رژیم درگیر بحران مسئله ارز آوری بود، عایدات فروش از نفت
به شکل یا تئاتری بود یا در بازارها بلوکه شده بود یا اینکه چین این چیز رو نمیداد، اینها با فروش نفت به ونزوئلا در واقع یه دورانی میگفتن که کال فلزات دیگری هم از اونجا می آورد. حتی صحبت این بود که رژیم جمهوری اسلامی اورانیوم هم از اونجا به ایران وارد میکرد و اینها. ولی به هر حال طلا یکی از چیزایی بود، شمشای طلایی که اینها در این سالها وارد کردن. این شمشای طلا رو ما میدونیم طلا بازار در این بازارها در چند سال اخیر، در همین چند سال اخیر قیمت جهانی طلا دو برابر شد و تا سال 2025 این قیمت باز هم به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد. و در شرایطی که اینها طلا رو وارد میکردن، این شمشای طلا با همین در واقع قاچاق اسلحه ماهان ایر طلا و سلاح و سلاح رو میبرد و میآورد و از این برم طلا رو وارد میکرد و این طلا در بازارهای ترکیه تبدیل به دلار میشد، اون وقت از این طریق به داخل ایران میومد. همچنان که ما بارها به فروش مواد مخدر به مسئله رمز ارزها اشاره کردیم، یکی از تجارت ها همین بود که من در حتی دو سال پیش هم اشارات زیادی کردم. اون زرابی که در آمریکا بود که بعد دستگیر شد، رضا زراب که اون در اونجا بود با همون جریانات دوران بابک زنجانی و اینا تقریبا هم دوره بودن، یکی توی نفت در قاچاق نفت بود، یکی در قاچاق در واقع طلا بود. من اشاره بکنم، ما میدونیم که ذخایر طلای آمریکا 6901 تن ذخایر طلا در آمریکا وجود داره. خب کشورهایی که ذخایر طلای بالا دارن در واقع نه کشورهایی مثل ایران که، یا حتی روسیه که وقتی که شما اشاره کردید مسئله سودان و مسئله روسیه، وقتی که روسیه ذخایر طلایش به 600 تن رسید، این پوتین همه جاش به خارش افتاده بود که در واقع دیگه ذخایر طلا داره، دلار داره و اینا، یک جنگی رو شروع میکنه. یعنی دچار اون عظمت طلبی هایی میشه که البته در یک جایی بعدا صحبت خواهیم کرد که این نقش طلا و وان پشتوانه چقدر اهمیت داره در ثبات اقتصادی. به هر حال این ماجرا در ایران، ولی اینها این پول های فروش طلا رو که به این ترتیب شاید چند میلیارد در سالیان اخیر وارد کردند، اینها رو به درد این زدن که تحریم رو دور بزنند. یعنی اون چی که اینها انجام دادند، اون چی که شمشار رو تبدیل به سکه می کردن و سکه ها رو فروختن، پیش فروش می کردن، اعلام می کردن 300,000 مثلا طلای سکه ضرب زده شده، چی شده؟ بخشیش به خاطر این بود که این موجودی طلا رو آقای بهبهانی اینها استفاده میکردن و بعد به هر حال این رو در دور زدن تحریم همواره به کار گرفتن. ماجرای طلا ماجرای بسیار مهمی. ما در بخشی از نقاط کشور در آذربایجان، در سیستان و در بعضی از نقاط کشور معدن طلا داریم که من خاطرم هست من پارسال به ذخایر طلای سرحان و جای دیگر آذربایجان، مناطقی از اونجا و در مناطق سیستان اشاره کردم. به هر حال این بحث رو ما همچنان در آینده به خاطر این اهمیتی که داره. طلا یکی از کالاهای بسیار مهم سرمایه است. در واقع بنیاد ما میدونیم ارز و طلا اصلی ترین کالاهایی هستن که وسائلی هستن که این وسایل در واقع میتونه بحرانهای ارزی و بحرانهای موجودیت نقدینگی کشور رو اگر به درستی اینها از طریق بانک مرکزی طلا و ارز خوب بتونه مدیریت بشه، ریسک ها رو در کشور جلویش میگیره و ما امکانات زیادی داشتیم در سالهای اخیر که ارز ناشی از نفت رو و امکاناتی که برای ما فراهم شده بود ولی رژیم جنایتکار تمام اینها رو این حیف میل کرد. و حتی میدونیم که وقتی که برآورد میشه به فرض با مثلا 100 میلیارد دلار چه کارهای بزرگی میشه کرد، وقتی که ما پیشرفت های کشورهای منطقه رو، امارات رو،
جاهای دیگر رو میبینیم، وقتی بعد صحبت میشه که ما در عرض مثلا به فرض 10 سال 12 سال بیش از 1000 میلیارد دلار پول ایران، پول فروش از نفت ایران این گونه نابود شد در دست جنایتکارانی که ایران رو ویران کردن، آدم تازه میبینه که چه بلایی به سر جامعه ما اومده. این قسمت رو اجازه بدید ما بسنده کنیم تا برسیم به قسمت‌های دیگر. جناب بهبانی عزیز، همزمان بله بفرم، اجازه بفرمایید که من یک مقدار دیگر راجع به مسئله مشکلات اقتصادی صحبت بکنم. تا یادم نرفته بهبانی میخواستم یک اشاره بکنم. یک زلزله شناس هلندی که زلزله بزرگ ترکیه رو پیشگویی کرده بود، من مجبورم چون در سایت ایران هم این مسئله اومده، پیشگویی کرده که متاسفانه در روز 9 و 10 اردیبهشت ماه زلزله به شدت 7 ریشتر در ایران صورت خواهد گرفت. اگر این حرف، حتی در خیلی از کشورها میدونیم این چنین حرفایی از یک سو میتونه پانیک بزرگ ایجاد کنه، از یک سو دیگر ایران و مرکز فاجعه مسئول از الان تا 2-3 شب دیگر، امروز 5 اردیبهشت، اگر این خبر به گونه ای حتی 5% 2% هم حتی درست باشه ولی پشت گوش انداخته بشه و مرکز مدیریت فاجعه کاتاستروفه نتونه در این زمینه مسائل کارهای لازم رو صورت بده، به خاطر اینکه اگر بتونن پیشگویی بکنند اون 1-2 روز رو در مناطقی که شدت زلزله در اونجا، زمین لرزه در اونجا شدیدتره، اقدامات بسیاری رو میشه برای ساعات معینی انجام داد. به هر حال مایملک، خانه، اینها فرعی است، مهم جان آدم هاست که باید به گونه‌ای حفظ بشه و در ساعات زلزله اینها در بویژه در خانه هایی که آسیب پذیرتر هست قرار نگیرن. اینها در مراکز متروها، مراکز سرپوشیده دیگر، سالن‌های زیرزمینی، جاهایی که یا در هوای فضای آزاد برای ساعاتی، به هر حال میشه جمعیتی رو میزان خدای نکرده مرگ میر رو و آسیب ها رو و مصدومیت رو کنترل کرد. من در اینجا به حکم اخلاق، حتی این خبر ممکنه بسیار بسیار خبر خب خیلی چیزی نباشه، ولی گفتن این یک بار دیگر از سوی تلویزیون میهن تیوی یک وظیفه اخلاقی به انسانی است که اشاره میکنم روز 9 و 10 اردیبهشت ماه این زلزله رو زلزله شناس هلندی اختارش رو داده که در ایران این زلزله صورت خواهد گرفت. خب این رو هم میخواستم تأکیداً مسئله مهمی بود جناب بهبانی که گفته باشم. عرض به حضورتون که ما میدونیم بحث زیادی این روزا بود ادامه بحث های استیضاح وزرا، استیضاح وزیر صنعت، یعنی همون سمت که صنعت و معدن و تجارت هست، و این بحث های زیادی رو در مجلس ایجاد کرده بود. و هر حال این فرد رو اینها هم به عنوان وزیر 7 و 8 حالا دیگه من نمیدونم، این رو هم بر میدارند و این بحران تعویض کابینه همچنان ادامه داره. من در قسمت بعدی که امروز وضعیتی که در مجلس هست، مجلس انتخاباتش در اسفند ماه هست، در قسمت سیاسی اگر فرصت شد حتما به این مسائل خواهم پرداخت. من فکر میکنم تا انتخابات مجلس اینها چند وزیر دیگر رو حتما کله پا خواهند کرد و وزرایی رو که تا الان آوردند رو مثل محمد علی فرزین و حتی اونها رو هم که یک بار عوض کردن مثل برنامه بودجه و اینها، اونها هم حتی پایدار نخواهند ماند. بخش اقتصاد، بخش بهداشت، بخش نمیدونم اینجور آموزش و پرورش، همه اینها امروز در بحث‌های داغ و درگیری‌های مجلس، در الان مجلس 8 ماه 9 ماه دیگر در واقع دیگه خودش تقلق خواهد شد و انتخابات جدیدی صورت خواهد گرفت در مجلس. به هر حال این بحران در اینجا بیشتر خواهد شد در ماه‌های آخر مجلس. مجلس هم به خاطر اینکه این نمایندگان
بگن ما منتقد دولت بودیم این رو پیش خواهند برد. اشاره دیگری که دارم، جلسه بحرانی بود که علی خامنه ای، سید علی ضحاک، با جوانان بسیجی داشت که یادآور فضای مجازی این رو مطرح کردم که چاوشسکو در سالهای آخرش چطور از سوی مردم مورد تهاجم قرار می گرفت. آقای بهبهانی اون فیلم رو قطعا جناب علی دیدید، در ویدیویی که جوانان بسیجی نشستن و در پایان صحبت سید علی اینها بلند میشن و اعتراض میکنن و صدای اعتراض اونها هی شنیده میشه که بعد این میگه من برای همه شما، همه شما رو دوست دارم، برای همه شما دعا میکنم و و و، ولی جلسه در استراو و در های هوی تمام میشه، در واقع قطع میشه جلسه. به هر حال این نشان میده که کسانی که فکر میکردن که اون گزارشات سپاه پاسداران به اون گونه، حالا مثلا اون ابعادش گزافگویی بوده یا واقعی نبوده یا ریزش و نارضایتی در درون این حکومت، هنوز شرایط مثلا سید علی همون چهره غدار دو سال پیشه، سه سال پیشه، باید این ویدیو رو مورد توجه دقیق قرار بدن. این ویدیو نشون دهنده اینه که این آقا این قدرت پوشالی پاشیده است آقای بهوانی، و مردم جوانای بسیجی، حتی چون جوانا که جوانای عادی نبودن که تعدادی دانشجو باشن اینا رو برده باشن اونجا، اونها جز خودشون جز نظرکرده های اینها بودن به هر حال، و این نشون میده واقعا که شرایط این فرد در چه وضعیت بسیار بسیار متزلزلی هست، و این تزلزل، پاشیدگی، ریزش نیروها در همه سطوح دیده میشه. جنگ فرسایشی که باید اینها در ماهای آینده با ابعاد گسترده تر اون روبرو بشن. از سوی دیگر اجازه بدید که من، چون مسئله در واقع ابعاد همینجا مسئله نارضایتی هاست، ما میدونیم که صنعت مرغ در ایران پاشیده شده. این صنعت مرغ به یه جایی رسیده بود که میتونست در کشورهای خاورمیانه واقعا قدرت رقابت پیدا کرده بود. واحدهای پرورش و به هر حال نگهداری مرغ، تولید تخم مرغ در ایران در سالهای خوب گسترش پیدا کرده بود، و این رو در این همین چند سال به خاطر تحریم ها، به خاطر عرض ترجیحی که در دو هفته بعد یک سال از برداشتن عرض ترجیحی میگذره، از زمانی که عرض ترجیحی رو برداشتن چاره‌ای هم نداشتن، چون یک یارانه بزرگی برای اون صرف میشد که یارانش در اون موقع به چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان میرسید که قول داده بودن اون رو تبدیل بکنن به یارانه نقدی، و به این ترتیب اون عرض ترجیحی رو که بردن بالا، نهادهای دامی، و بعدن حتی تاثیر خودش رو در کیفیت نان هم گذاشته که امروز میگه نان ایران رو واقعا در خیلی جاها نمیشه خورد، یا احتکار آرد و غلات و اینها وجود داره. اما وقتی که عرض ترجیحی رو اینها پارسال در همین اردیبهشت ماه حذف کردند، به تبع اون کالاهای اساسی مدام دچار بحران جدیدی شدن، یعنی تورم، انتظارات تورمی و دوباره تورم سنگینتر، تورمی که طبق گزارش های رسمی 40% بود، ولی طبق گزارش های واقعی به حدود 70% و در بعضی از کالاها حتی به بالای 160% که من در عرایزم در هفته پیش اشاره کردم که روغن و برنج و کالاهای دامی و اینها چطور با چه ارقامی در واقع با نرخ‌های بزرگی افزایش رو نشون میدادن. نرخ نقطه به نقطه در واقع تورم در جاها حدود 70% بود به جای 48%ی که اینها مطرح میکنن. بنابراین در به تبع این افزایش و گرانی‌های سنگین و اقداماتی که اینها کردند با اقتصاد تعزیری و دستوری و قیمت گذاری ها و فشار و چی و چی، بسیاری از تولید کنندگان نابود شدند. در صنعت مرغ
که این مشکلات تولیدی ایجاد شد فراموش نکنیم. سالی بود که سدلی تولید رو شعار داد کاهش تورم رو، در حالی که ما صنعت مرغ رو اینها نابود کردن و الان باید قیمت مرغ 95 هزار تومانی، تخم مرغی که بالای 110 101 شونه 110 120 130 هزار تومان، شما در نظر بگیرید آقای مهمانی، یک دلار 51 هزار تومان هست. 51 هزار تومان یعنی در واقع 1 میلیون تومان 20 دلاره. 20 دلاره. 8 میلیون تومان 8 ضرب در 20 حقوق امروز میلیون ها مزد بگیره، دست مزد بگیره ایران 8 میلیون تومانه. تازه قشت های هستن به مراتب کمترند. 8 میلیون تومان یعنی در واقع 160 دلار در ایران. حقوق افسران میانی سپاه پاسداران که موقعیت بالاتری دارند 400 دلاره آیه بپانی. و در حالی که زندگی با نرمهای کشورهای منطقه که در منطقه البته خیلی ثروتمندترن و کشورهای فقیر سطح پایینتر اروپا را اگه شما ببینید، کالاها با کالاهای 51 دلار، 1 دلار 51 هزار تومان خرید و فروش میشه، چون مبنا در واقع چه برای مسکن که عرض کردم در سال 95 وقتی که پراید 20 میلیون تومان بود، اون موقع دلار 3 هزار تومان بود، الان دلار 51 هزار تومانه، یعنی حدوداً 18 برابر شده دلار، قیمت دلار. درست قیمت مسکن و قیمت خودرو به همین ترتیب عرض کردم 20 میلیون تومان بود، الان 361 میلیون تومان شده. یعنی درست قیمت دلار در بازارهای ایران به همون ترتیب در کالاهای سرمایه‌ای تاثیر خودش رو گذاشته. ولی این همه حرف نیست. با توجه به حذف ارز ترجیحی، دلار در واقع زندگی های مردم رو که کالاهای اساسی با یارانه بود رو، اونها رو هم زیر گرفته. به این گونه زیر گرفته که قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی، مایحتاج اساسی هم داره تبعیت میکنه از دلار سیاه، نه دلار کنترلی بازارهای متشکل ارزی که اعلام میکنن به فرض 41 هزار تومان هر دلار، نه دلار نیمایی که دلار بازرگانان ایران هست، بلکه دلار آزاد در الان در بازار حرف خودش رو میزنه. به این ترتیب حاصلش چه خواهد شد؟ حاصلش اینه که کارگران نفت و گاز و مس، اینها خواهان این شده بودند که 79% افزایش حقوق یعنی همسانسازی با 79% پیش بره. و این 79% امروز پس از 5 روز این اعتصاب گسترده است که بیش از 100 شهر، 100 مرکز و شرکت صنعتی به این اعتصاب کارگران پروژه‌ای پیوستند. 30 در حدود 40 شهر این اعتصابات ادامه پیدا کرده، در تهران، در اصفهان، در بروجرد، در بهبهان، در اهواز، در کارون، در سیرجان، یعنی جاهایی که نفت در واقع بزرگ بوده و بعد صنعت پتروشیمی بهش پیوسته، صنعت مس بهش پیوسته. عرض کردم در بیش از 40 شهر و 13 استان ایران این حرکت ادامه داره. اعتصاباتی که شاید به زودی 100 هزار نفر رو در بر بگیره. امروز 5 روز اون اعلامیه‌ای بود که اعتصاب رو اعلام کرد. یعنی در اول در قسمت سیاسی به این خواهم پرداخت، عملیات هدایت و رهبری جنبش همچنان در دست نیروها و قواه محرکه داخل کشوره، در بیرون غیلغال در استکانه. آقای بهبهانی
زیاد به این نمایشات و همایشا و منشورها و بازیها و سفرها و درگیریها و اخبار و دروغین و جنگ شخصیتها و برگزاری کنفرانس‌های متعدد و خیلی مردم عزیز، مخاطبان عزیز تلویزیون میهن تیوی عرایزی رو که میشنوید، خواهش میکنیم که این جنگ در واقع 72 فرقه و اینها رو ولش کنید. بخشی از اینا فقط شوست. اون چه که بعد از درون ایران میاد، زن زندگی، آزادی، که بعد صدها هزار نفر رو دوباره در خارج به خودش جذب خواهد کرد، اون مهمه. دوباره این جنبش عظیمی که داره شروع میشه، من اجازه بدید که به حاشیه نزنم، هنوز بپردازم به اصل مطلب که این ماجراست. گزارش دیگری بود که در 42 میلیون دلار مواد مخدر رو آمریکا در آبهای جنوب ایران در اونجا گرفت و در سالی که گذشت 150 میلیون دلار قاچاق مواد مخدر در آبهای خلیج فارس، در آبهای جنوب ایران، در اونجا مورد به هر حال کشف و شناسایی و اونها مصادره، یعنی در واقع در دست نیروهای امنیتی منطقه قرار گرفت. آقای بهوانی، خب به حضورتون که گزارش خودرو و مسکن رو که دادم، بعد نکته دیگر، باز هم در بعضی از استانهای ایران الان دیگه آرد و نان و دام و مواد تیور و دامی داره به شکل قحطی در اومده و اینها رو به گونه‌ای دارن به اصطلاح فروش زیرزمینی میکنن آقای بهوانی، و دستهایی در احتکار این کالاها کارهای بسیار بسیار خطرناکی رو شروع کردن که اینها نشان دهنده اینه که ما با یک قحطی روبرو خواهیم شد در ماهای آینده، یعنی رکودی که در واقع تورمی که با رکود یعنی نابودی بسیاری از واحدها روبرو شده، از این سو هم احتکار در کنار اون و انتظارات تورمی بسیار بالا و بانک هایی که یکی بعد از دیگری دارن ورشکستگی اعلام میکنن. وضعیت اقتصاد به هر حال همچنان ما به سمت یک ابر تورم، تورم افسار گسیخته، ما در درون اون هستیم، ولی این هنوز باز نوک این قله یخ هست. ما به سرعت داریم میریم به سمت موجودیتی که این کل این کشتی اقتصاد ایران واقعا یک تصادم بزرگی خواهد کرد و این تصادم احتکارهایی رو که در که میدونیم که بورس ایران در دست هم ستاد اجرایی فرمان امامه، اینها در یک جایی با یک سقوط‌های بزرگی روبرو خواهند شد، چون خروج سرمایه از ایران به شدت سریع و سریع‌تر داره میشه. پوزش میخوام. نه هیچ نیازی نیست. اتفاقا الان دیدم که فروزان نوشته استش که جناب سلیمی، آب خوردن شما اصلا چیز آزاردهنده ای نیست، لزومی هم به عذرخواهی نیست، خسته نباشی و سپاس. به هر دوستان علاقمندان شما اصلا نگران نیستن، خیلی هم کار خوبی میکنی، ادامه بدین. من هم کاش که مثل شما میتونستم هی مرتب آب بخورم. بفرم. واقعا من سوزش گلو در وای بهوانی. نه خیلی خوبه، آب اصلا بهترینه. دوای هر چون اصلا بعد باید سرفه های شدید بکنم به هر حال دیگه. نه راحت بشه بدید که دقیقا من به حکم ادب عرض بکنم. خب ولی خب دیگه نخواهم گفت، چشم. به این ترتیب اما اجازه بدید که ما قبل از اینکه وارد به قسمت های دیگر بشیم، ما میدونیم که تحریم های بزرگی، گزارش هایی در دسترس هست آقای بهوانی که تحریم ها 211 تحریم جدید صورت گرفته و این 211 تحریم که از سوی بخش امور خارجه اتحادیه اروپا
در پیش میره و در پنجشنبه شب من این روزها اخبار رو که دنبال میکردم، انریکو مورا در همین پنجشنبه یعنی پس فردا در حاضر خواهد شد در اتحادیه و گزارشی خواهد داشت. در اون گزارش مسئله برجام، مسائل نظامی مربوط به اوکراین اونجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ادامه این تحریم های اقتصادی با تحریم های حقوق بشری و مسئولین اصلی حکومتی و به ویژه سپاه پاسداران همزمان اینها پیش خواهند رفت. اینها رو باید مورد توجه اون کسانی قرار داد که میگن سپاه پاسداران باید به قول معروف تروریستی نشود، یا اینکه سپاه پاسداران حافظ نظم امنیت و انتظامات و چیه چیه کشور. نمیگن این نهایت بیشرمی است، نمیگن که این سپاه در این اقتصاد سپاهی که قرار بود امنیت و نظام کشور مسئله نظامی و امنیتی و غیر ذلک باشه، به اصطلاح میگند این در واقع فونکسیون اصلیش اینه که 65% از اقتصاد ایران رو در دست بگیره و مردم رو به فقر و فاقه سیاه و به قحطی و به این روزگار سیاه کشونده که میلیون ها کودک ما از سوی تغذیه شبیه آفریقا، شبیه بیافرا، افغانستان و وضعیتی دردناکتر از گودالها بچه بلوچ، کولبری که مدام داره میسوزه و فرزندان و 20 خورده میلیون حاشیه‌نشین که در فقر مطلق دارن زندگی میکنن، همین سپاه مسئولش. متاسفانه کسانی حتی به نام اپوزیسیون یا فرهیخته کشور به دام این افتادند که بگن سپاه پاسداران رو نباید تحریم کرد یا نباید تروریستی شناخت، چون اینها حافظ نظم در ایرانن. یعنی در یوزگی تحت عنوان اینکه سیاست راه تندروی پیش نگیره، دروغ و فساد، در واقع فساد فکری. امروز ما از شخصیتی به نام شادروان پاکدامن، از استقلال فکر رو صحبت کردیم، روشن فکری که استقلال فکر نداشته باشه و بز اخوش باشه و حرفهای دیگران رو که شنید به سرعت قبول بکنه و تغییر رنگ بده، آفتاب پرست باشه، از دیگران تابعیت بکنه، این نام این روشن فکر رو در واقع ذلت فکری است. این روشنی فکر نیست، این تاریکی فکر است. به هر حال چون این موج داره میگیره از این به اون از اون به اون، افرادی که حتی در دورانی کار فرهیختگی در کشور کردند، گزارش هایی داشتن، یکی بعد از دیگری وارد این دام شده. ولی خوشبختانه فعلا مسئله تحریم ها و مسئله نقش سپاه به طور مدام در این هفته های اخیر، چه در انگلستان و چه در همین اتحادیه اروپا و چه در تحریم هایی که آمریکایی ها کردند، یک موج جدیدی از در واقع تروریست شناختن همراه با تحریم های حقوق بشری و تحریم های مسئولان اصلی این قاچاق و این مواد برحال تأمینات مالی زیر سوال داره میره. و این 211 عددی رو که تحریم های جدید خودش تا جایی خوشحال کننده است. موجی که در 2 سال پیش تمامی مردم آزادی خواه به درستی راه انداخته بودن، ولی بعد با کرکس هایی که این حرکت رو، لاشخور هایی که این حرکت رو، نام دیگری من پیدا نمی کنم، شاید کلمه خائن رو بعضی ها بگن که شعارگونه است، ولی وقتی آدم به وطنش، به منافع ملی وطنش آشنا نباشه، در حالی که همین غربی ها بارها اشتباه کردند ولی دیدند که ایرانی های آزادی خواه در به تبع جنبش زن زندگی آزادی این تحریم ها رو پی گرفته بودند و ده ها هزار نفر ما شاهد بودیم که چگونه این حرکت ها در استراسبورگ، در بروکسل، در پاریس، باز هم در بروکسل پیش رفت واقعا. خب امروز این جریان داره پی گرفته میشه، عرض کردم امیدوارم که در شب پنجشنبه اخبار باز هم بهتری رو مردم بشنوند و تحریم سپاه و نیروهای اصلی بیت امام، بیت خامنه ای
به گونه ای پیش بره که اینها بتونن در محاصره مدنی و در محاصره به هر حال کمکی نیروهای خارج قرار بگیره. و اینقدر جفا از سوی کشورهای خارج، اتحادیه اروپا، سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشری به ایران صورت نگیره، حداقل اونها این مبارزات داخلی ما رو و یا خارجی حمایتی خارج کشوری های ایرانی رو بتونن واقعا حمایت بکنن. من در این قسمت آقای بهبهانی بازم سکوت میکنم تا جناب علی حتما پرسش های تر شده. بله بهار، الان اجازه میخوام از شما بریم سراغ این ماجرای اعتراضات و اعتصاباتی که در حقیقت از دوم آغاز شده و کارگرها در حقیقت در جنوب دست از کار کشیدن. 11 اردیبهشت، اول ماه می، معمولا روز کارگر هست در همه جهان، این روز روز کارگر می نامند. جمهوری اسلامی سوگشته روز معلم به مناسبت در حقیقت کشته شدن مرتضای مطهری، تئوریسینشون. و این که هی القا میکنن که اعتراضات و جنبش در ایران فروکش کرده، در حالی که در عرصه عمل میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده. میپرسم از شما علت این همه فشار برای اینکه هی به که در ایران خبری نیست در چی میبینی؟ خوشحال میشم نظرتونو بشنم. بله، ببینید آقای بهبهانی، این میلیارد هایی که دزدیده شده و انباشت شده و بخشن خارج شده و در کشورهایی که اینها خودشون رو ساختند، حالا ببینید در جزایری گمنام و یا در کشورهایی مثل ترکیه، خرید خانه ها در گرجستان یا در کشورهای غربی، این برآوردی که از پولهای فریز شده حدود 140 میلیارد دلاری که اینها بردند سران این حکومت، اون 250 هزار میلیونری که بخشن توی اونها میلیاردر هم وجود داره، این پولها در دبی، در امارات، در بسیاری از کشورهای شمالی ایران، حتی در عراق، در همه جای دنیا، شما با این پولها رو اینا در سطح داخل و خارج نمیخوان دست بدند. این پولها رو میتونن خرج بکنن. قبلا در تلویزیون های شبکه های بزرگ خرج میکردن، همونطوری که عربستان به فرض یک تلویزیون رو میتونه سرمایه گذاری بکنه، نگه داره، بخشن پولش رو تامین بکنه. شما میبینید بخشی از این سایت هایی که حتی در یک دوره بازی پیچیده اپوزیسیون میکنه، یا شخصیت هایی که در واقع نقش اپوزیسیون رو بازی میکنن، یا رسانه هایی که عرض کردم حالا به طرق گوناگون، یا ایستگاه های در واقع گوناگون اینها که پول های بزرگ رو جابجا کرده، مراکز تحقیقی، پژوهشی، تمام اینها رو اینا سرمایه گذاری، پولی نیست براشون. شخصیتی رو که در سال به فرض چند ده هزار بدند، راحت اون رو میخرند و اون رو به کار میگیرند. حالا این در یا در تلویزیون یا در یک سایت رسانه‌ای جهانیه، در همه جا نیروهای خودشون رو در واقع دارن همینطور حمایت میکنن و از اونها دارن سپورت میگیرن، سپورت خبری، تحلیلی، تفسیری. به این ترتیب این ماجرا ماجرایی نیست که بخواد این اژدهای هفت سر در همه جا خودش رو ریشه دوونده و جلوی حرکتها رو سعی میکنه بگیره. هر جایی که ما یه ضربه ای زدیم، اینها سعی کردن بعد از یه مدتی دفاع بکنن و به گونه ای همونطوری که عراقچی گفته بود خارج رو میخوابونیم، یا وقتی که ما یک جوری دیگر مبارزه میکنیم در خیابانها، جلوی اتحادیه‌ها، جلوی پارلمان، این نیروها در واقع یه جور دیگر به ما ضربه میزنن. از داخل کشور افرادی رو در کلاب هاوس ها وارد میکنن و ارزش های خارج کشور رو از بین میبرن. شخصیت های اصلی رادیکال درست رو به عنوان تندرو، به عنوان افرادی که در واقع
مسائل رو یک جور دیگر تفسیر میکنن از طریق لابی های خودشون، مثل اون که اون گلزن های قهرمان بعضی از کشورها هستن، آرژانتین چی چی چی، هر کدوم از شخصیت ها و رسانه هایی که مستقلند رو با 7 تا 8 تا یک جوری در واقع سعی میکنن دفاع بکنن یا مورد حمله قرار بدن که اون فرد رو خراب کنن، توطئه هایی میکنن که جلوی پیشروی یک حرکت در واقع رستاخیزی، یک حرکت انقلابی، یک حرکت فرهیخته در کشورهای خارج و جلوی انسانهای مبارز رو که اخلاقا در کارشون راستی آزمایی شده هستن و مبارزه رو دنبال میکنن و همراه با شاید هزاران و ده ها هزار در همین ماهای اخیر کار کردن، سعی میکنن این جریان ها رو به گونه ای تحت کنترل و مهار خودشون بگیرن. چون صحبت میلیارد ها پولی هست، عرض کردم یک برابر دینی که اینا 140 میلیارد دلار پول در بانک های گوناگون افراد خودشون پسنداز کردن. حالا چه بخشش رو به دستشون خواهد اومد یا الان اکتیو در دستشون هست؟ ببینید در کانادا که بعضا صحبت میکردن که ما چند بار گفتیم، شما گفتید آقا این خبرها نیست، کسی به این اجازه نمیده. پول هایی که در سوئیس، پول هایی که در همین آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، لوکسانبورگ اینها ذخیره کردن، حالا پولهایی که در اختیار کشورهایی مثل چین و غیر ذلک هست که اون هیچی، بخشش که مربوط به بانک مرکزی ایران هست، موجودی و پشتوانه ما هست و من کار ندارم. پولهای سران اینها رو و میلیونرهایی رو میگم که از ایران در سالهای اخیر من خارج کردم. به این ترتیب اون چه که در ایران امروز جریان داره اینه که امر عدالت هست. عدالت به این معنا که وقتی اینها میگن امروز حقوق خط مرز یک خانواده 4 نفره باید 25 میلیون تومان باشه، 25 میلیون تومان رو اگر شما 25 ضرب در 20 دلار بکنید میشه همون 500 دلار. 500 دلار در ایران چون خرش ها به دلاری هست، بارها شعار دادن که هزینه ها دلاری، دستمزد ها تومانیه، یعنی 8 میلیون تومان، 10 میلیون تومان. خب از اینجاست که اون خواسته های نیروهای که ما اونها رو در نگاه سیاسی نیروهای محرکه این تبعیض، در واقع تبعیض های بزرگ که اینا اعمال داشتن، روا داشتن، این جفای بزرگی که به ملت کردند، این تبعیض ها یک حرکت عظیم در واقع آگاهانه مدنی رو به دنبال داره. این دیگه جنبش زن زندگی آزادی چند میلیون جوان نیست که اونها هم در واقع به اثر این فشارهایی که سالیان طولانی به زن، به جوان ایران، به دختران جوان، به ویژه به زنان و دختران جوان اعمال شده بود، خب اون یک حرکتی بود از اعماق تاریخ 44 ساله اعتراض که یک حرکت تمدنی، فرهنگی و اجتماعی بود در مقابل یک چیزی که اینها میگن تمدن شیعی که بارها صحبت کردیم. امروز ولی اون حرکت تبدیل به حرکت میلیون ها انسانی داره میشه که مسئله دستمزد، مسئله همین عرض کردم بازنشستگان بسیاری از شهرها پیوستن، بازنشستگان مخابرات در ده ها شهر امروز دارن حرکت میکنن، بخش بزرگی از بازنشستگان نظامیان، لشکریان در این حرکت، در این جریان بزرگ هستند. از اون 6.4 میلیون مستمری بگیرن، بخش بزرگی حتی 4-5 میلیون تومان هم در ماه به اینها نمیرسه بهبانی، یعنی زندگی به غایت رقت انگیز شده، چیزی تو دست مردم نیست و این اسیدهای خالی معده‌های میلیون ها انسان رو علی خامنه‌ای قدرت نداره، هر چقدر این مشتاهنین سرکوب اینها، آخه با چی میخوان سرکوب بکنن؟ آدم و گرسنه رو چطور سپاهی، خود سپاهی، خود بسیجی توی جزء این گرسنگان هست که
امکاناتشون رو از دست دادن. با کی میخواد چی رو میخواد سرکوب بکنند اینها؟ به این ترتیبه که اینها به یکی به نهایت چند صد هزار نفر میتونن 40% بودجه دفاعی رو که بردن بالا. شما ببینید به قدابربندان حزب اللهی و نمیدونم مناطق فلسطین و غیر ذلک، اینا میتونن همچنان دارن پول اونا رو به اونا میدن. در ماه رمضان پولها و حقوقهای به هر حال قلدرهای خودشون، البته اونا مواد مخدر میفروشن، کارهای دیگر خلاف میکنن، جایی که اینا برای اسرائیل باید شاخشون رو بکشن اونا این وظایف رو دارن، اونا وظایفی دارن که اینها بلا آخوند به کسی پول نمیده، به هر حال ولی این پولا رو دارن خرج میکنن. در سال 2022 میزان فروش نفت، البته با تخفیف هایی که بسیار بسیار بالا بود، در یک گزارش هایی حدود 49% افزایش پیدا کرده بود، به خاطر اینکه سالی بود بحرانی، جنگ اوکراین، بعد مسئله نفت و عایدات نفتی افزایش بالایی پیدا کرده بود، نفت به بالای 100 دلار رسیده بود. امروز که خب نفت اومده کاهش پیدا کرده، درآمدهای اینا بیشتر کاهش پیدا میکنه و از اینجاست که ما میبینیم امواج اعتصابی هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. این امواج رو اون گونه که جناب علی گفتید اصلا به این معنا نیست که این امواج کاهش پیدا کرده و یا در ماهای آینده اضافه نخواهد شد، اما از شکل جنگ خیابانی و اعتراضهای خیابانی جوانانی که در محلات بودن فعلا وارد یک حرکت نوع دیگر شده، یک جنگ فرسایشی در واحدهای کار، و اینش هم درسته. در اقتصاد، در پایه‌های اقتصاد و اون جایی که در واقع عرض کردم، وقتی که شما نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، اینها که الان حدود بیش از 100 واحد رو شامل شده، اینا از کجا میارن که چقدر میتونن، به چند میلیون میتونن، به چند صد هزار نفر میتونن پولاشون و حقوقاشون رو از به فرض از 10 میلیون تومان به 18 میلیون تومان برسونن؟ ابعاد ماجرا به غایت بالاست. پول چاپ بکنند، خب تورم رو و انتظارات تورمی رو وضعیت رو سخت‌تر خواهند کرد. اگر بخوان بدن از عایدات همون طلا و غیر ذلک، دیگه کفگیر به ته دیگ خورده آقای بهمان. به این ترتیب علی خامنه‌ای در یک مشکل بزرگ تأمین مالی نیروهای قشرهای بزرگی از جمعیت ایران هست و این بحران، من در گذشتم در چند جلسه پیش گفتم، در همین بهار و در تابستان به ابعاد قیام‌های بزرگ، به اعتصابات، اعتراض‌های بزرگ مدنی و جنبش سیاسی تبدیل خواهد شد. بازم منتظرم که پرسش‌های دیگر همینطوری که میگی، یعنی اصلا صدا را دارم آقای بهمان. من اصلا لحظه شک نمی‌کنم و ایمان دارم به این موضوع که در حقیقت این نظام به نقطه پایانش رسیده و بقدری صبوری لازمه. خیلی از دوستان همیشه این داستان رو توضیح دادم، تفاوت بین کودتا و انقلابه. الان شما نگاه میکنید در مملکت سودان که بهش اشاره کردین، یک کودتا در شرف تکوینه. کودتا همیشه اینطوری نیستش که بزنه بگیر و ببند و اینجوری نیست. گاهی مثل سودان الان میبینی که یه دو هفته ایه که دوبار تا حالا آتش بس دادن به دلایل مختلف و دوباره جنگو شروع کردن. نمیدونم از جیبوتی نیرو فرستادن برن اتباع سفارتخونه ها رو، دیپلمات ها رو خارج کنه. گفتن حالا آتش بس بدیم اینا بیان آدماشون. خب این معلومه که یه بازی دیگه، هر کدومش یه مدله، ولی انقلاب یه رونده، انقلاب یه رونده و بنابراین این که
اونی که در 57 اتفاق افتاد، یک به باور من از انقلاب مردم سوء استفاده شد، سریع انقلاب تبدیل شد به یه ترانزیشن، یه جابجایی. خودش گفتش که سینی رو داغ و داغ دادن دست ما، و هر جوری که به حرفای خودشون کسانی که در تکوین انقلاب شرکت داشتن گوش بدیم، میفهمیم که چه اتفاقی افتاده. اما این نظام پوسیده، این نظام به پایان رسیده. یعنی همیشه گفتم یه روزی صبح بلند میشی میبینی که هیچی، یه کار نمیکنه. تاکسی اسنپ که الان میگه تاکسی ها تو تهران هم اسنپ میکنن برای اینکه بتونن خرجشون رو در بیارن و فلان و بهمان، ولی میبینی که هم اونم دیگه گیرت نمیاد، میایسته، کلپس میکنه، دیگه قادر نیست، گیرپاش میکنه، چرخنده ها نمیتونن حرکت کنن. بنابراین این همین موضوعی که شما به درستی اشاره کردید به ماجرای اون عده بسیجی در مقابل خامنه ای، خب یه صحنه واقعیه. یعنی اینجور نیستش که سیاه کرده باشن، من بالا پایینش یه جوری دیگه بوده باشه و اینا. ولی بازم برمیگردم به موضوع اعتراضات و اعتصابات. یه موضوع دیگه هم که باز دوباره این ای ما شنیدیم، شما الان بهش اشاره فرمودید، این داستان پولیس که در خارج کشور هست، و دیدیم که دیروز دوباره یه بخشایی رو تحریم کردن. اروپا، اتحادیه اروپا، انگلستان، آمریکا تحریم کردن. و باز می‌بینیم یه عده پریدن مثلا مثل آقای آخوندی که آقا من کردم، آقا شما هیچ کاری، آقا شما کاری رو انجام نمیتونی بدی. شما یه نماینده در پیتی همون پارلمان سوئد هستی. هیچ چی بیشتر از اون نیست. خودتون رو جلو نندازین. خودتون رو ضایع نکنید. آخه ببینید، تجربه کنید، نگاه کنید به این شرایط. من نمیدونم. ولی بازم میگم این پولی که در خارج کشور ذخیره است، ذخیره مردم ایران هست، این هیچ کس نمیتونه از این پول برداشت کنه. درسته که در آمریکاست، درسته که پول تو بانک آمریکاست، ولی هیچ رئیس جمهور آمریکا هم نمیتونه این پول رو برداشت بکنه. یک مراحل قانونی داره، بایستی بره دادگاه، قاضی، قاضی و قضات نظر بده، دلایل ارائه کنه. خانم علی نژاد درخواست کرده من 500 میلیون از این پول رو بدیم به من، به خاطر اینکه برادر منو گرفتن زندان کردن. خب بگه، نمیدن، قرار نیست بدن. اینا فقط اسم مطرح شدنه. من قصه خودم بود که در همون سال 84 وقتی که دور اول احمدی نژاد که اینا یه بامبول اینجا در آوردند و به حال یه در تو همین جاها کتک زدن، مثل مسعود رؤوف در اتاوا، سعید بهبهانی در واشنگتن، خب کارمون به پلیس و دادگاه و اینا کشید. خیلی راحت یارو به من گفتش آقا شما چند تا راه جلوت هست. یکی این که یعنی یک گروه دفتر حقوقی بزرگ، برادر گرینسپن که اون موقع وزیر خزانه‌داری آمریکا بود، ایشون قرار شد که وکالت منو به عهده بگیره که اون نپذیرفت. در حقیقت گفت من میترسم، میخوام بازنشست بشم، اینا نمیخوام از دفتر کارم رفتم بیرون، یه نفر با چوب بیسبال بزنه تو مغزم، فلج بشم تا آخر عمر. یعنی داستان تا این حد گله گنده بود. و یک دفتر حقوقی دیگه رو معرفی کرد و ما رفتیم اونجا. طرف گفتش که شما میتونی دولت ایران رو بری شکایت کنی، درخواست غرامت کنی. گفتم خب بعد چی میشه؟ گفت هیچی، فقط معروف میشی، تو روزنامه اسمتو میزن. گفتم راه دیگه؟ گفت سفارت رو بری شکایت کنی. گفتم خب بعد؟ گفت هیچی، هیچ اتفاقی، تو روزنامه محلی اسمتو مینویسن، معروف میشی. گفتم آقا زده یارو سر صورت ما رو خونیماری کرده، از بر کن، دوربین ما رو شکوندن، بعدم علیه ما شکایت کردن، فلان، حکم زندان برای من دارن میبرن. گفت خب اونجوری هیچی، اون بیا یه پولی بده ما تو رو خلاصت میکنیم بری. بگه نه،
میخوام بگم که همش سر اون داستان بود که هیچ اتفاق نمیفته، فقط روزنامه هست می نویسن معروف میشی، میتونی از اون معروفیتت بلد باشی بری پول در بیاری. این قصه پول و اینا همش تو این داستان میچرخه. بنابراین گول این حرفا نمیدونم که پولو میگیرن و میبرن و میارن و اینا نخورید. اما داستان آزار جنسی سیستماتیک کودکان که دیدم سایت بی بی سی هم بهش اشاره کرده، میخوام اساسا ببینم نگاه شما رو به این مقوله چیست. بفرمایید تا بشنوید. بله، خب ببینید آقای بهوانی، فقر و نداری و بدبختی عوامل، ما بارها در این مورد صحبت کردیم، میتونه مشکلات بسیار زیادی رو در خانواده، در مسائل اجتماعی، شما ببینید گزارش خودشون اعلام کردن که ما به 7 میلیون نفر در ایران، مراکزی که در ایران هستند، مشاوره دادن در مورد خودکشی. آخر کشوری که شما ببینید 80 میلیون جمعیته، چه مسائلی درش وجود داره که اینا به 7 میلیون نفر مشاوره دادن که به فرض خودکشی در این مورد اونطور اینطوره. بعد دیگه ببینید واقعا شرم‌آوره و عرق شرمی هست که از فروش دخترکان ما در کشورهای گوناگون منطقه، در کشورهای آسیا و در جاهای دیگر بر صحبت میشه. این دختران زیباروی ایرانی رو، دخترکان و جوانان ما رو در اینجا و اونجا اینها رو خرید و فروش کردن. رژیمی که به نام اسلام، به نام دین، این گونه در واقع ساختارهای فرهنگی رو، خانواده رو، اجتماعی رو نابود کرده. و بعد یک چنین ماجرایی هست. مسئله فقط این نیست که در درون زندانها به تعدادی از معترضان اینها تجاوز کردن که ثبت شده و باید اینها جواب این تجاوز، در واقع این جنایت حقوق بشری رو بدند. یعنی علی خامنه ای در از اینجا و افرادی که و حتی این مهاجرانی که امروز میگه که نیروی امنیتی و نظامی همین امروز صحبت کرده قدرت اصلی ایران هست، داره در واقع از سپاهش داره دفاع میکنه، داره از قدرت نیروی اتمیش داره به اصطلاح که میخواد یه روزی بهش برسه و تهدیدها به کشورهای دیگر داره دفاع میکنه، در حالی که اینها روی حساس ترین مسائل. روزگاری 50 سال پیش در ایران میگفتن کشورهای سوسیالیستی مرکز فساد و فحشا و این هاست، با یک جوراب فلان میکنن زنان اونجا، دخترکان اونجا و و و. ببینید شما چقدر گزارش ما داریم از کسانی که از کشورهای منطقه، از عراقی ها تا دیگران، در بعضی از شهرهای ایران چقدر به ناموس و به برحال عفت عمومی که اینها میگند که میخوان این رو با حجاب در واقع نگه دارند و نهی از منکر بکنند، چقدر اینها این فساد رو با این مسائل ناموسی اینها و تجاوز به فروش دختران و و و در ایران ایجاد کردن. چه تفسیری دیگر؟ مردم ایران این درد رو میبینن همراه دردهای دیگر و به خوبی هم آگاهند. این گزارشات در فضای داخل، در فضای مجازی بارها انعکاس پیدا کرده. شما ببینید همین این تجاوز دیگه چی چیزی از این، یک بچه ای رو شاید چند روزه رو نشون دادن همین روزها که یخ زده بود از سرما. خب اون خانواده ای که اون مادری که اون بچه رو 9 ماه در شکم خودش داره، وقتی اونو میزد و دینه میبره جایی میذاره به امیدی که یکی شاید پیدا بکنه و اون بچه یخ میزنه و میمیره، این هم یک تجاوز به حقوق یک کودک، به کودکان. یه جور، یه جا تجاوز جنسی است، یه جا تجاوز به حق حیات. بسیاری از اینها به این ترتیب دارن در واقع این مرگمیرهای این گونه. بعد یک نوع مرگمیرهایی که نبود داروست. ما در وضعیت بسیار بسیار اسفناکی هستیم. بیماری هایی که در کشورهای بسیار بسیار عقب‌مانده شرایطی ایجاد کرده بود، امروز
یعنی در ماهای آینده ما در زمستون یه جوره و در تابستان در هوای گرم یه جور دیگره. کشوری که درش دارو نیست، درمان امکان پذیر نیست، در فاقه بزرگی و بیماری های زیادی رواش پیدا خواهد کرد. از همه طرف ما آسیب پذیر شدیم. فقط باید آرزو کرد که هرچی زودتر حیات این رژیم ننگین ایران ویرانگر پایان پیدا بکنه. اجازه بدید من به یک قسمت دیگر از بحثایی که مسائل سیاسی هستم اشاره بکنم، اگر به هر حال وقتی هنوز داشته باشیم. خب ببینید آقای بهبانی، مسائل مربوط به داخل ایران رو ما گفتیم. امیدهای بزرگ و اینکه پای نیروهای مبارز واقعی، این امید من همونطوری که شما هم اشاره کردید، من هم جز اون نیرو افرادی هستم که بسیار امیدوارم که در ایران ناگزیر ایرانیان این رژیم رو پایین میکشند، ناگزیر پایین میکشند و در جامعه ما به قول شما اون شتابی که در دور قبل سبب شد که انحرافات بزرگی اومد و بعد کسانی اومدن، حالا یک عده میگن دزدیدن، در واقع این ندزدیده بودن، این مال اینها بود، در دور قبل گرفته بودند، از اون آغاز گرفته بودند. اما اون چه که در امروز ما میبینیم، قوای محرکه جامعه ما، چه اونهایی که در خیابانها بودند، در واحدهای کار بودند، در زندانها، امروز بسیارانی هستند. آگاهی عمومی به عمق رفته، بسیار بسیار بالاست. ولی خب ببینید، انحرافها و آسیبهایی هم وجود داره که این آسیبها رو باید هشدار داد. باید بدون اینکه آدم بخواد به اصطلاح نگران باشه یا در درون آدم خودش رو سانسور بکنه، این کار غلطی است. وظیفه یک تحلیلگر سیاسی یا یک فردی که ادعای در واقع نگاه روشنگرانه داره اینه که اون چی رو که هشدار هست بگه. به هر حال من به نوبه خودم سعی کردم در دور قبلم بگم بعضی قانون اساسی ها، بعضی برنامه های سیاسی نوشتن، بعضی هایی که منشور نوشتن، اعتراف هایی که وعده های بزرگ میداد، در یک جشن نمیدونم فلان میخواستن چنین بکنن چنان بکنن، یا در عرض مدت کوتاهی میخواستن ادهی با هم دیگه بشینن یک چیزی رو شغل قمر بکنن، یا کسانی، حالا اشاره کردید به یک فردی که یک نماینده مجلس دو سه بارم هزاران نفر ازش حمایت کردند، ولی اون ممکنه واقعا به این تصور رسیدی که این منم که این کار رو کردم. آقا برحال این آدم دیگه باید یک کمی دیگه خوشبهایای معرفت، در واقع این باید بدونن این جامعه ایران جامعه است برای خودش ریشه های فرهنگی بزرگی داره. در همین وضعیت ما نفسا آدم باید یاد بگیره از دیگران، باید موشو باز بکنه. این جامعه جامعه ایه که ناصر پاکدامن ها در درون خودش پرورش داد، نه ده ها، هزاران نفر رو، و امروز هم داره، دارن کار میکنن. این انسان هایی که اومدن ده ها هزار نفر در خیابان ها و اینها اومدن در زمستون و در سرما و در اینها در از وضعیت خودشون گذاشتن، کارشون رو ول کردن، در وضعیت سختی اومدن حمایت کردند، اینها همشون آگاهند. آقای آخوندی عزیز فکر نکنید، اینا خیلی هاشون بیشتر از جناب علی سواد دارن، دانش دارن، قدرت بلاغت و سخنوری دارن، قدرت ترویج دارن، اینها بودند اومدند. یا یک کسی که به هر حال سلبریتی یا یک موقعیتی در یک شرایطی برش فراهم شد، باید بدونن که در این جامعه در واقع آگاهان و جامعه رشد یافته جنبش داخل کشور که یک فرهنگ مبارزاتی رو با خودش داره، باید در اون کانتکست، در اون فضای در واقع مدرن زندگی بکنن. اصولا در یک جامعه ای که مشکلات جامعه ما رو داره، بخشی از مسائل این آقای بهوانی که افرادی اتفاقا در یک شرایطی اگر فرصتی پیدا بکنن، به جای اینکه این ماجرا رو از گوارش فکری خودشون بگذرونند، دنبال اینن که در یک کاریر سیاسی بکنن. حالا این کاریر سیاسی چه به دردشون میخوره؟ اون یه بحث دیگره. ادهی
از توش یک بیزنس برحال دنبال میکنن. ادهی به وضعیت حکم شرایط زندگیشون میخوان موقعیت ویژهی برحال برای خودشون، یا نامی رو که چه نامی، یک مبارز چه نامی میتونه داشته باشه، امروز خودتو نشون بده، فردا وقتی نتونی کار واقعی بکنی خب کسی وقعی نمیذاره به کار شما، فردا وقتی دست به جیبت نبری، دو تا سفر نکنی، دو تا حرکت نکنی، از دیگران به هر حال نگهداری نکنی، در تظاهرات شرکت نکنی، حرکت معین حمایتی از جنبش نکنی، خب بشینی توی اتاقای دربسته به فرض با هم دیگر شور و مشورت بکنی، خب به چی چیزی شما کمک کردید؟ فقط ادعا کردید که رهبری جنبش رو دارید. خب چه کسی امروز در این جامعه های پیشرفته اصلا قبول میکنه؟ یکی از نکاتی که آزار میداد در دور قبل اون مسئله بود که با اون سرعت میخواست یک ائتلاف سلبریتی ها رو پیش ببرن، اشکال نداشت اون ائتلاف، ولی اینکه ادعای رهبری جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی و دادخواهی ایران رو داشتن، خب این ادعا بزرگ بود. بلا به فرض شخص حامد اسماعیلیون که من بارها اتفاقا از حامد واقعا نام بردم و دفاع کردم، آقای حامد اسماعیلیون یک انسان به هر حال رنج دیده است، داغ دیده و سوخت در اون ماجرا، و این انسان خب خیلی از زندگی ها همین حادثه هاست، مگر عشق، خانواده یا یک حادثه بزرگ، یک یا مرگ زودرس یک آدم مگر حادثه نیست؟ ادهی میان میگن آقا اگر نمیدونم، من یکی داشت تفسیر میکرد میگفت اگر همسر و بچت نمرده بود امروز تو در جز رهبری اینجا نبودی. آقا یک حادثه وقتی که همسر و بچه آدم از دست بره، آخه این حادثه حادثه کوچیکی نیست. خب این انسان بعد از اون یک تغییر بزرگی در زندگیش صورت گرفت و این انسان اومد در یک جایگاهی از رنج خودش، مگر اون حادثه که یکی یکی رو دوست پیدا میکنه بعد یه بچه به دنیا میاد، مگر این حادثه نیست؟ مگر تمام زندگیش رو تغییر میده؟ خب اینم به این ترتیب به فضای سیاست کشیده شد و بعد خدمت کرد حامد. حامد اسماعیلیون جز انسانهایی که به جرأت واقعا در جایگاه خودش در جنبش مدنی کمک کرد، منتها اون انتظاری که حالا به غلط یا خودش به تجربه به هر حال دریافت، من مطمئنم که این انسان خوشفکر میتونه واقعا از این تجربه درس بگیره که آقا یا مکن با پیل با اونان دوستی، یا بنا کن خانه ای در خورد پیل. آقا عبدالله مهتدی با اون نشسته برخواست کردن باید که خانه ای در خورد پیل ساخت. حامد اسماعیلیون یه انسان پاکباخته است، من نمیگم اون سیاست باز منحرف فلانه، اینه نمیگم، ولی اون کار کشته سیاست 50 خورده ای سال پایین بالاهای سیاست رفته، یه جای خودش حفظ میکنه، یه جای خودش خراب میکنه، یه جای همسرش به جای خودش حرف میزنه، یه جا با کردا و مصطفی هجری دوستش کنار میاد، یه جا عقب میشینه، یه جا جلو میره، یه جا... ولی حامد اسماعیلیون واقعا یه انسانی به هر حال مختزای تجربه و سیاست، و چرا سیاست نداره؟ اتفاقا در وقتی مبارزه کرد، حقوق مدنی کرد به نوبه خودش در ابعاد خودش، ولی در اون جایگاهی که رفت خواست خدمت بکنه، شاید اگر دوستانی، یارانی، مشاورانی داشت زودتر این خطر رو بهش میگفتن که آقا اونجا رو فاکتور بگیر. همین امروز هم به هر حال دیر نشده، ولی این انسان رو واقعا از موضعی که اینو به هر حال انتقاد تند کردن، خود کردن، این نادرست. از اون سو کسانی رو ببینید، در من به صراحت با شامت شهروندی منتقد کامل این 42 نفرم آقای بهبهان. در این 42 نفر ممکنه دوستانی باشن حتی قابل احترام، ولی بنیاد این جریان برای من امروز واقعا زیر سواله. چرا زیر سواله؟ به خاطر اینکه تاجزاده ای که در زندان هست و عده‌ای میگن چون در زندان حقانیت داره و این آدم تماما در از قرآن، مثل خاتمی، از سربلندی و سعادت قرآن، از به هر حال از آقای سید حسین موسوی که آقای مهاجرانی از چیز اون آقای رئیس دفترش امیرمند دفاع میکنه. ببینید یه نمایشی رو گذاشتن که در بیرون
دوستان ملی مذهبی همراه با اتحاد جمهوری خواهان، لابی های روحانی و خاتمی در این 10 سال اخیر، کسانی که به نام مبارزه ایران رفت آمد می کردن، در ایران در تهران کتاب منتشر می کردن، راحت رفت آمد می کردن، پای ما اونجا می رسید، تکه بزرگ ما، گوش ما هم نبود، جای قبر ما هم معلوم نبود کجاست، که خانوم مریم ستوت رفت اونجا کتاب منتشر کرد، امروز جز رهبران مبارزه است. بعد آقای دو نفر از این عزیزان دوستان خوبان در این معامله تفسیر میکنن، آقای رضا علیجانی میاد میگه اینها میخوان گذر بکنن، آخه مریم ستوت چی گذری میخواد از این رژیم بکنه، چه گذری میخواد بکنه؟ مگه تا دیروز توی تهران آخه رژیم یعنی امنیت نظام اینقدر احمقه که یک همچین آدمایی رو اجازه بده برن بیان؟ تا همین چند سال پیش، تا شاید فردا دوباره بره. آقا شما میخواهید انتخابات اسفند رو توجیه بکنید، دوباره آقای تاجزاده از زندان یا افرادی مثل او بیان برن تو؟ آخه آدمی مثل مهدی نصیری، سردبیر نشریه کیهان، این یه آدم امنیتی بود، چطور این یهو انقلابی میشه و میاد در صف رهبران همایش گفتگوها قرار میگیره برای گذر؟ آقای علی جانی دیگه عزیز من، دوست عزیز، والا اگر صحابی بود مثل مصدق که به اسکندری میگفت گوشه زبانت رو میزنم با این خودتراش، گوشه زبانت رو صحابی میزن، من اینطور دوستانه دارم بهت میگم، آقا در گفتن در این کلام یه کمی رعایت بکنید، مردم بیدارند. آقای علی جانی من به شما به عنوان یه دوست دارم میگم، اگر حرفم به حامد اسماعیلیون گرامی میرسید میگفتم که همون شعری که خوندم جای شما نیست، حالا میشنید یا نمیشنید دیگه به هر حال مسئله نبود، آدم یه حرفی میزنه دیگه، حالا خیلی هم بهار ندند، ولی آدم حرفش رو به حامد میزد که نرو اونجا، آقای شاهزاده رضا پهلوی با تو میتونه، ایشون خودش به در میبره، حالا چقدر به در میبره، این دور به در میبره، دور دیگر تو رو فحاشی میکنن، میگن تو عامل نابودی این ائتلاف سلبریتی بودی حامد اسماعیلیون عزیز، ایشون رو نمیگیرن. البته قضاوت در تاریخ، داوری در تاریخ صورت خواهد گرفت، چقدر مهتدی مقصر بود یا نبود اونم قضاوت صورت میگیره، شاید حامد کمترین مسئولیت رو در این رابطه داشته، چون در اساس پاکبازتر بوده، صادقتر بوده، کمتر شیل پیله داشته، کمتر این مبارزه براش گشفت و بیزنس و اینها بوده، به آلمانی گفتم ببخشید، واقعا جز سالم تر اینها بوده آقای اسماعیلیون در این جریان مهسا که به اینجا کشید، ولی به هر حال دارن بیشتری مسئولیت رو یک عده به اون فحاشی میکنن، مسئولیت رو به اون میندازه. ولی آقای علی جانی گرامی خوب گوش کن، اگر صحابی بود گوشه زبانت رو یک چند میلیمتر میزد. آقا تو اجازه نداری بگی مهدی نصیری ها که جز این 42 نفرند و دیگران و دیگران میخوان بیان گذر بکنن از نظام، آخه اونا چطور میخوان از نظام، تاجزاده چطور میخواد گذر بکنه آقای علی جانی؟ آخه دیگه آقا تفسیرم یه حدی داره، بگو من اینا فعلا به این رسیدم، اونم در 6 ماه اخیر رسیدم، تو که این کارو نبودید شماها، آخه اتحاد جمهوری خواهان که گذر از این نظام رو نمیخواست با روحانی و با فلان، این میگه آقا حرف ماجرای رفراندوم در یک عرصه هایی رو روحانی زد، خامنه ای اومد با پشت دستی دهنش رو کوبید، گفت رفراندوم چی چیه، تازه اون رفراندومی میخواست در آباد کوچک بکنه، تاجزاده میخواد از این نظام بگذره، موسوی میخواد از این نظام بگذره، که 20 دقیقه آقای امیر اجمن در سجایای اخلاقی و شخصیتی، آقا اینا اصلا نه انقلابی بودن نه رستاخیزی بودن نه هیچی، این جنبش زن زندگی آزادی اینها رو یک کمی به تکان آورد و اینا هر لحظه حاضرن مانده این بشن. آقای علی جانی، آقای اونی که یک کمی خودتون عوض شدید میخواید دوباره، با این رمال بازی است، این بازی سیاسی نیست، شما میتونستید 40 نفر 50 نفر 100 نفر بشینید، ولی این که بیایید به خاک تو چشم مردم بریزید بگید که این اجتماع یک مشروطه خواهی داریم به نام آقای خانساری، خب آقای خانساری خودش امروز من نمیدونم واقعا، مگه آقای خانساری و آقای جهانشاهی و سردارمتی دولت در تبعید رو ساخته بودن؟ مگه رژیم اینا رو نساخته بود؟ مگه
آخه چه فرقی آقای قانصاری اومد بگه که سردار متی فریبش داد، میگن یک مشروط خواه نمیدونم با تجربه، تفسیر فقط آقای علی جانی رو گوش میکنید، زمین رو به زمان میبافه، دار و دور رو به هم میبافه که بیاد بگه یه مشروط خواه و یه نمیدونم فلان و یه خانم شجاعی و اسما رو یه جوری میبره، از هر کدوم یک جمله میگیره. آقا از این قوطی های، آخه چی بگم واقعا دیگه جلوتر نمیخوام برم، از این قوطی ها چیزایی رو نکشید که با واقعا جلوی مرغ پخته بذارید اون بخنده. این چه که شما تفسیر کردید، میتونستید انتقاد بکنید، بگید ما منتقد این رژیمیم و بعدش هم این انتقاد شما، پایه انتقاد شما انقلابی بود که اومد جلو، تعدادی از شما تا حدودی جذب کردید، تعدادی از شما را به خاطر همونطوری که به احمدی نژاد الان اجازه صحبت نمیده شما را میگیرن زندانی میکنن. خوبه، همه شما باید تغییر بکنید، ولی یک مسئله را فراموش نکنید، شما رهبران جنبش ضد تبعیض، تبعیض ستیز زنان ایران، جنبش حق و عدالت نیستید، یک فرد اتحاد جمهوری خواه، لابیه، دستکش سفید پنبهی مشت آهنین علی خامنه ایست، سالها بوده این تودهی مسلک ها، سالها بودن، از مهدی فتاپور شروع میشه تا فرخ نگهدار، تا مهاجرانی، تا دیگرانی که توی بی بی سی بودند. به ما نگید که ما داریم در واقع تندروی میکنیم، ما واقعیت رو داریم به مردم میگیم، بشینید سرجاتون انتقاد بکنید، حرف بزنید، ولی ادعای رهبری نکنید. رهبری مال همون انسانهای زحمتکشی، هنوز بوی مردار این انقلاب بلند نشده که کرکسایی بیان بوی خون مرده بشنوند، هنوز نیست، هنوز این کالبد زنده است، خوبم میتونه پرواز میکنه، تیز پرواز میکنه. آیون احتیاجم به آقای مهداد خانساری که یک پایش مشروط خواه، یک پایش در دولت در تبعید با جهانشاهی بود، با سردار متی بود، ایشون رهبر نیستن. آقا در کشورهای غربی یکی اگه یه اشتباه بکنه، آقای مهبانی باید بیاد اعلام بکنه، بعد باید بیاد استعفا بکنه. ما نمیخوایم شما استعفا بکنید، همه شما عزیزید، احتیاج داریم، ولی شما رهبر نیستید، خاک در چشم مردم نپاشید. ما حقمونه بگیم شما دارید این کارو میکنید، عده‌ای از 42 نفرتون میخوان فردا توطئه دارن میشینن که برن در مجلس اسفند ماه شرکت بکنن، این خط این نشان خواهید دید، عده‌ای از شما دنبال اینید. ممکنه واقعا بعضی از شما صادقانه فکر میکنید درو به در بزنیم، درو به تخته بزنیم، یه کارایی بکنیم، 40 نفر رو یکی از یه مقاله گرفتید، خوبه. این کارا بازی های تشکیلاتی 45 سال پیش تودهی هایی هست که برای بچه های چپ و تودهی هایی هست که در محصر حزب توده بزرگ شدن. آقای علی جانی ماها اینا را دیدیم، 42 نفر یکی را از اونجا، یکی را از اینجا، یکی را از اینجا بیاری بشسبونی اینها را، انگار این که آقا نه سازمانی بود اینجا، نه جرگهی هست، نه جریانی اصیل و اخلاق مند مبارزه، هیچ کدوم نیستید شما. اگر در جریان مهسا مشکلات به قول خودشون تخم لق اتنیکو نمیدونم ملیت ها و غیر از بنده گیلکم، نه تهرانیم نه هیچی، یک گیلکم، تهرانی ایرانیه، گیلک ایرانیه، کرد ایرانیه، اگر ادهی رفتن نشستن اینجا شونو بستن لباس فلان پوشیدن، عالی، دشتاشه بپوشن، شلوار و بلوچی بپوشن، ادعا کردن که ما اتنیکیم، این تخم لق اتنیک رو معلوم نیست آخر چیه، ما دموکراسی رو نفهمیدیم، نشستن اونجا یک جور توطئه چیدند که بچینند، که خب اونا خب ایران اجازه نداد، اونا یک طرفش مهسا بود، یه طرفش انجمن فلان بود، بعدم اعلام کردن در این 44 سال اخیر یک چنین اشتباهی رو، بعد خودشون متوجه شدن که این حرفا بلوفای بزرگ بود، خب ول کردند. امروز یک توطئه دیگر به نام موسوی داره چیده میشه، عده دیگر هستن اعلام کردن به نام مشروط خواه و سلطنت طلب که اقتدار آمرانه 10 سال باید وجود بیاد، یه پاشون توی تشکیلات های جاسوسی جهانی است با میلیاردها پول، میخوان 10 سال، یه پاش مثل اون
مردک که همشهری ما هم هست در قسمت تالش ایران، هوشنگ امیر احمدی است که میاد میگه اگر بنر خامنه ای رو پاره کردن، خامنه ای تو اینا رو تکه پاره کن، تکه پاره کن، اعلام کرده هوشنگ امیر احمدی. براش در جایی نوشتم که همین یک جمله باعث میشه که تو رو محاکمه بکنم، همین یک جمله. مگر هایدگر چیکار کرده بود با فاشیستا که بعد انزوا گزیده بود و بعد مردم آلمان توف کردن به صورتش، فیلسوف به اون بزرگی رو؟ این که هیچی نیست. خب یک عده اونطوری هم، یعنی عده ای میان میگن آقا سپاه پاسداران رو باید حفظش کرد، نگهش داشت. آقای موسوی هم با سپاه دوستی داره، اسمشون اصلاح طلبه. عده ای نام سلطنت طلب و اینا گذاشتن اقتدار عابرانه، توشون داره جرگه ای میاد که سپاه رو باید حفظ کرد، اینا هم داره مثل اونا. عده دیگری که اصلا دیگه رسما از خامنه ای تمام این توطئه ها از خیانتی هست که روشنفکران به نام روشنفکر، روشنفکر نماها دارن به این انقلاب، به این رستاخیز بزرگ میهنی دارن میکنند. یک جا بگن که کشور نمیدونم ملیت هاست و فلان و بیسار و ایناست، یک جا اینجوری میگن، یک جا اقتدار آمرانه رو برای اینکه ایران قدرت به دموکراسی رسیدن رو نداره، یک جا از اصلاحات موسوی که کشور باید آرام آرام تغییر بکنه، هنوز قرآن باعث سربلندی خامنه ای رو یک بار نمیشه زد کنار، اونها دارن توطئه میکنن. خب این جماعت رو باید نسل جوان ما، آقای بهوانی اجازه بدید یک اعترافی رو در اینجا بکنم. من ناراحت میشم وقتی به من میگم 50 هفته، چون میدونم چی میخوام به من بگن، ضمن این که هستم اون نسلم. ولی وقتی که میبینم اینقدر این روشنفکران، روشنفکرنماها توطئه میکنن، میگم نسل جوان واقعا حق داره به ما بگن 50 هفته، چون حس میکنن وقتی ما رو میبینن بخشن در ما قدرت. زنان و مردان، بیشتر مردانی که در اتاقهای محقرشون نشستن، قدرت اینا ندارن برن توی خیابانها کار بکنن، وای سادن توته میکنند. مردانی پیر سال خورده، جامعه ای که هنوز میخواد جوان رو توته بکنه و به یک جهت دیگر بکشه. نگاه بکنید در این ماهای اخیر چه صورت گرفت. هر چی که شما تیزتر این مسئله رو میشکافید، عمق فاجعه رو بیشتر میبینید. در هر صورت امیدوارم که این انقلاب زن زندگی آزادی با این امواج خروشان مردمی که واقعا برای عدالت، چه عدالت اجتماعی چه عدالت قضایی، برای دادخواهی، اون چه که در ایران صورت گرفت، چشمهایی از بین رفت، زنان و دخترکانی که بهشون تجاوز شد که شما اشاره کردید، و مسائل دیگری که تبعیض‌های حقوقی غیر حقوقی که در این ایران، در این، در همین 10-20 سالی که ما باز هم زنده تر داریم میبینیم صورت گرفت. من میدونم که نیروهای عظیم اجتماعی در حرکتند و اونها این چرک رو خواهند شست، چرکی که میخواد خاک تو چشم نیروهای زنده این انقلاب بکنه. آرزو میکنم که افرادی هم که میخوان از روی عادت، از روی قدرت خودشون، از روی کارهای به هر حال مسائلی که واقعا یک جا پولی دستشون برسه و فلان برسه، واقعا یک بار دیگر به خودشون نگاه بکنن، دست بکشن از این توطئه ها و از این کارهای ناسالم. اخلاق و مبارزه چیز دیگره، زندگی مردم ایران، میهن دوستی، ایران دوستی، مردم دوستی امروز رو امیدوارم که اینها بتونن حتی اگر در سنین سال خوردگی هستن، ترک عادت اگر چه موجب مرضه، ولی این رنج های ملت رو ببینیم و ترک بکنیم این عادت های بد رو. به هر حال آقای بهوانی، عرض من به پایان رسیده. برای زحمات جناب عالی من یک بار دیگر سپاسگزارم به نوبه خود. آقا خیلی ممنون از شما. بله متاسفانه این داستان که همه میخوان رهبر بشن، گفت تو منی چیف نو ایندیان، یه مسئله آمریکاییه که چی همه رئیس قبیلن ولی سرخپوستی خبری نیست، سرخپوستی وجود نداره، همه میخوان رئیس سرخپوستا باشن در حالی که سرخپوستی در کار نیست.
too many chief, no India. چیف یعنی همین رهبر سرخپوستا رو بهشون میگفتن چیف. عرضم به حضورت که اما انقلاب درون ایرانه، داره حرکت میکنه. همیشه گفتم به این حرف خودم باور دارم، تاریخ اینو به ما گفته. من به هیچ چی غیر از تاریخ و ادبیات، جغرافیا، این ستا رو مهم میدونم. مهمترین عنصر پیشبرنده هر جامعه‌ای تاریخ است و جغرافیا است و ادبیات. اگه بخوای جامعه رو بشناسی باید این ستا رو بلد باشی، تاریخش رو بدونی، جغرافیاش رو بشناسی و ادبیات که مجموعه تاریخ سیاسیش، نمیدونم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همش توی اون ادبیات نهفته است. بنابراین در گذشته وقتی که همین با همین ناصر پاکدامن شروع کردیم، اجازه با ناصر پاکدامنم از حضورت مرخص بشه. ناصر پاکدامن و دوستانش از خودشون طرح در نمی آوردن، رهبر نمیخواستن بشن و ما دیدیم حتی در کنار خمینی هم دیدیم که اینا اومدن رفتن کنار خمینی قرار گرفتن. حالا به هر دلیل اشتباه کردن، نمیدونم او آدم کذاب دروغگویی بود به باور من. خمینی یکی از دروغگوترین انسانهای تاریخ جهان بوده، آدمی به رزالت اون باور دارم اینو تاریخ جهان به خودش ندیده. برای یه بزرگی گفتم، گفت نه آقا تو مثلا پیغمبر اسلام رو ببین، ایستاد و گفت بنی قریظه رو همه رو بکشید بریز تو قندر، بعدم شب دختراشون رو ورداشت و رفت. گفتم قبول، ولی اون در جنگ بوده. ولی خمینی در مسند پیروزی نشسته بود اون بالا و این کارا رو میکرد. فرق داشت داستان، نداره اصلا. نمیدونم فرزندان اینا لوط و نوح و پسر نوح و اصلا اینا هر کدومش نگاه کنین به رزالت خمینی نیستن. اما دیدیم که همه اینا رفتن پشت خمینی قرار گرفتن، گفتن آقا این رهبره، حالا گفتن آقا این ما بدون اینه، هرچی. ولی نیومدن از خودشون رهبر به تراشن. قدس‌زاده، یزدی، بنی سعد، همه اینا و همه این مبارزینی که خارج کشور بودن که گول خمینی رو خوردن و این کذاب همه رو فریب داد، فریب داد به واقع. کاری که میکردن اطلاعات داخل رو، نقش آینه رو بازی میکردن، فقط اون رو منعکس میکردن، درش دخل و تصرف نمیکنه. آینه یه چیزی رو، سابجکتی رو بذاری جلوی آینه، خب درش شد گند و بزرگ و کوچیکش که نمیکنه، که همونی که هست رو بهت نشون میده. و خارج کشور همین نقش آینه رو بازی میکرد، همونی که بود منتقل میکرد. گفتم اینا نشستن اوتان تو وردن پای خط تلفن، نگفت من میخوام رهبر ایران بشم، مبارزات اینا هم زحمت کشان و فرام. و آقا به این شاه بگید این زندانی ها رو اعدام نکنه، اینا زندانی سیاسی هستن، نظرش با نظر تو مخالفه، حکمش اعدام نیست. همین. و متاسفانه امروز میبینی که اصلا اون هم که گفتی اخلاق، اخلاق مبارز، اخلاق از جامعه رخت بربسته به خاطر 40 سال حکومت بی اخلاق. بازم ازت ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت. فرصت نشد راجع به این جلسه کل از شما بپرسیم، حتما هفته آینده راجبش با شما صحبت خواهیم کرد. سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ممنون از شما. باز از شما دیناوای بیبانیست. تشکر میکنم. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگه این برنامه
چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید. دوستانی که در صدای ما رو میشنوند، مهر کنید روز پنجشنبه حتما در مراسمی که در پرلاشیت فرانسه پاریس برگزار میشه شرکت کنید، یاد و نام ناصر پاکدامن رو عرض بذارید. ممنون از شما. مرسی.